وزارت آموزش ترکیه از افزایش تعداد کلاس‌های آموزش دینی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برای سال 2023-2024 خبر داد. بر اساس تصمیم وزارت آموزش ترکیه، کلاس‌های آموزش دینی به 12 تا 16 ساعت در ماه افزایش یافته است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. مصطفی کمال آتاتورک، فردی که بر چند قرن پادشاهی عثمانی در ترکیه پایان داد و نظام جمهوری را در این کشور مستقر کرد، بسیاری از نمادهای دینی را در این کشور از میان برد. او دست به تغییر خط زد و در سال 1928 میلادی حروف عربی و حروف ترکی استانبولی را که مانند حروف الفبای فارسی دارای 32 حرف بود را از میان برداشت و به جای آن حروف لاتین را قرار داد. هدف از این اقدام ها این بود که مردم ترکیه از آثار اسلامی و از دولت عثمانی فاصله بگیرند. در دوره زمامداری لایک ها در ترکیه در کتاب های درسی اثری از تعلیمات دینی نبود و هر گونه فعالیت مدارس دینی ممنوع بود. حجاب در تمام مقاطع تحصیلی و مشاغل دولتی هم نیز با ممانعت همراه بود، اما پس از روی کار آمدن رجب طیب اردوغان از 2 دهه پیش هم تعلیمات دینی به دروس مدارس افزوده شد و هم استفاده از حجاب در مدارس و ادارات دولتی آزاد شد. حال بر اساس تصمیمی که روز سه‌شنبه 29 آگوست 2023 اتخاذ شد، وزارت آموزش ترکیه از افزایش تعداد کلاس‌های آموزش دینی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برای سال 2023 تا 2024 خبر داد و در مجموع آن را به 12 تا 16 ساعت در ماه افزایش داد. ساعت دروس دین و اخلاق در گذشته 8 ساعت اجباری بوده که اکنون در مجموع به 16 ساعت اجباری در ماه افزایش یافته است. بر اساس این مصوبه، ساعت کلاس‌های اجباری دین و اخلاق در مقطع متوسطه به 12 ساعت علاوه بر 4 ساعت اختیاری افزایش یافت. پیش از این کلاس‌ها 8 ساعت اجباری در مقاطع مختلف تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه را شامل می‌شد. علاوه بر این تصمیم راه را برای اعطای 18 ساعت اختیاری دروس زبان عربی به دانش آموزان سال اول راهنمایی باز کرد. طبق آنچه رسانه‌های ترکیه گزارش داده اند، این تصمیم ساعت کلاس‌های زبان خارجی، اختیاری و همچنین کلاس‌های هنری و ورزشی را کاهش داده است. همچنین چند درس دیگر از جمله قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، مبانی دینی و متون اخلاقی به دروس مقطع متوسط اضافه خواهد شد. 12مین رئیس جمهور ترکیه در حالی نزدیک به 2 دهه قدرت را در یک کشور سکولار در دست دارد که خود بخشی از تحصیلاتش را در مدرسه دینی امام خطیب گذرانده است. مدارس امام خطیب که رجب طیب اردوغان در آن پرورش یافت، در هر سال تحصیلی با جذب 10,000 دانش آموز در مقاطع میانی و متوسطه، تعداد دانش آموزان جذب شده را به حدود 1,500,000 نفر رسانده که در 4,000 مدرسه در سراسر ترکیه به تحصیل مشغول هستند. مدارس امام خطیب ترکیه یک مؤسسه رسمی آموزش دینی در ترکیه وابسته به وزارت آموزش و پرورش ترکیه است و هدف و گستره آن تربیت و فارغ التحصیلی ائمه، مبلغان و مبلغان اسلامی است. فوتبالیست جوانی که بعدها شهردار استانبول شد، پس از تصاحب پست نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری، ترکیه را پیش از پیش از یک کشور لایک مسلمان نشین به یک کشور اسلامی تبدیل کرده و گویا امروزه لایتیسته تبدیل به شکافی میان افراد مذهبی و غیر مذهبی در این کشور شده است. اما گویا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس در این کشور، اکثریت مردم ترکیه علی‌رغم برخی از انتقادها از دولت اسلامگرا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، باز هم به این دیدگاه تمایل بیشتری نشان دادند. ترکیه با نزدیک به 98% کشوری مسلمان شناخته می‌شود. از جمعیت این کشور تنها 2% آن را مسیحیان، یهودیان و پیروان دیگر ادیان تشکیل می‌دهند. از جمعیت 80 میلیونی این کشور، بیش از 25 میلیون نفر شیعه اثناعشری و علوی هستند که قائل به حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام هستند و غالبا در استانبول، بورسا، استانهای مرکزی و مناطق شرقی این کشور و همچنین استان قارس زندگی می کنند. شیعیان ترکیه چندی است که در تلاش هستند تا برای فرزندان خود مدارس دینی مستقل را اندازی کرده و نسبت به آموزش تعالیم دینی بر اساس مذهب شیعه اثناعشری و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام در این گونه مدارس گام‌های مؤثری بردارند. و اگرچه در این زمینه موفقیت‌هایی کسب کردند، اما به نظر می‌رسد اهتمام بیشتر شیعیان برخوردار و همچنین مراکز دینی و مراجع تقلید مستقل برای دستیابی شیعیان ترکیه به این موفقیت امری لازم و ضروری است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.
آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. وضعیت آموزش تعلیمات دینی در مدارس ترکیه در حال حاضر به چه صورت است؟ ببینید، کلن درس‌های دینی در ترکیه در دوره جمهوریت به 4 مدل بوده. یکی به اصطلاح درس‌های دولتی در مدارس، یکی کلاس‌های قرآن قانونی که اینا زیر نظر سازمان دیانت بوده همواره و هست، یکی کلاس‌های قرآنی به اصطلاح بدون مجوز قانونی، کلاس‌هایی که طریقت‌ها یا بعضی روحانیون مستقلاً برقرار می‌کردن، به یکی مدارس امام خطیب هست. این 4 شیوه در دوره جمهوریت به اصطلاح شیوه های تعلیمات دینی بود. در مورد درسی که دولتی هست و زیر نظر وزارت آموزش هست، ببینید، در 3 مارس 1924 مصطفی کمال آتاتورک خلافت عثمانی رو ملغا کرد و در پاییز همون سال، یعنی حتی قبل از تغییر الفبا، درس های تعلیمات دینی از مدارس حذف شد. در 1930 به عنوان واحد های اختیاری هنوز وجود داشت، اما نهایتا در همون 1930 از مدارس متوسطه یا میانی و در 1936 از برنامه مدارس ابتدایی و در 1938 از مدارس ابتدایی روستاها هم هست و تا سال 1949 هیچ گونه درس دینی، نه اجباری نه اختیاری، در مدارس ترکیه وجود نداشت. بعد این موجب اعتراض وسیع مردم بود که اغلب مردم ترکیه متدین بودند و این رو نمیپذیرفتند و از یک طرف دولت دید که درس‌های به اصطلاح قرآنی و دینی که غیر قانونی یا بدون مجوز قانونی برگزار میشه 2 اشکال بزرگ داره. یکی موجب تقویت طریقت‌های صوفیه شد که در اون زمان ممنوع بود و یکی موجب رواج خرافات شد. از یک طرف در دوران جنگ سرد و گسترش کمونیسم دولت‌ها دیدند که شاید گسترش اسلام مانعی در برابر کمونیسم باشه و برای همین تسلیم این خواست اکثریت مردم شدن و در 1949 دروس دینی در پایه‌های 4 و 5 مدارس به عنوان درس اختیاری با هفته 1 ساعت درس دوباره وارد شدن. در 1950 در به اصطلاح مدارس متوسط 1956 و 67 دیگه کاملا دروس دینی برگشتن. رضا 1982 سرانجام در قانون اساسی ترکیه درس دینی به عنوان یک درس اجباری با عنوان تعلیمات دین و اخلاق شناخته شد و اجباری شد. در مورد مدارس امام خطیب عرض کنم، این مدارس 1920 پیش بینی شده بوده برای تربیت مبلغین، اما عملا تا 1951 در دوره عدنان مندرس اینها وجود نداشته. در اون دوره اینها به وجود اومد و در 1997 به اوج خودش رسید که بالای 500,000 دانش آموز داشت و در 28 فوریه 97 که به اصطلاح کودتای پست مدرن انجام شد و حتی کودتایی که علیه خود عدنان مندرس انجام شد، یکی از دلایلش این بود که شورای قانون اساسی که دست ارتش و دست لایک‌ها و کمالیست‌ها بود می‌خواست که این مدارس برچیده بشن و حداقل در دوره متوسطه وجود نداشته، فقط دوره آخر دبیرستان وجود داشته باشن و دولت اربکان خب تسلیم اینها نشد و سقوط کرد و دولت کودتا این تغییرات رو داد. اما در سال 2012 دولت اردوغان به طور تقریبا تصمیم شخصی، یعنی خیلی سریع، این تغییرات رو برگردوند و 694 مدرسه عالی رو تبدیل کرد به مدارس امام خطیب و امروزه بیش از 9% کل دانش آموزان ترکیه در مدارس امام خطیب درس میخونند. این مدارس هفته 36 ساعت درس داره برخلاف مدارس معمولی که 28 در متوسطه و 29 در دبیرستان هست و در اینها درس های قرآن و سیره پیامبر و مبانی و اصول دین اختیاری نیست و اجباریه و درس عربی به همچنین و خود اردوغان درس خونده و فارغ التحصیل این گونه مدارس است. افزایش ساعات مدارس، ساعات دینی در مدارس، قطعا یک نقطه امید برای مسلمانان ترکیه است و این هم یک چیزی نیست که دولت تصمیم شد. دولت در واقع تصمیم مردم در این مورد شد. بله جناب آقای آرش، شیعیان ترکیه چگونه تعالیم مذهبی خود را
به فرزندان خیش آموزش میدن. آیا اقدام مؤثری تا کنون در این زمینه انجام شده؟ ببینید، شیعیان ترکیه معمولا از درس ها و دوره های قرآنی و اعتقادی مؤسسات شیعه استفاده می کنند و به خصوص در تابستان ها که مدارس تعطیله، در دارالقرآن های شیعه مثل دارالقرآن علامه طباطبایی که معروف ترین دارالقرآن شیعیان در ترکیه هست و دارالقرآن های دیگه، مؤسسه قرآن ادرت، بنیاد وقف جعفریان ترکیه، تورجاف و اینا همواره کلاس هایی داشتن که شیعیان از اونها استفاده می کردن و مبانی دینشون رو یاد می گرفتن. اما علاوه بر این، سه گونه در واقع مدرسه شیعه هم وجود داره در ترکیه. یکی مدارسیه که مؤسسه زهرا آنا مستقر در استانبول، مؤسسه مادر زهرا، یک مؤسسه خیریه است، درست کرده مدارس دخترانه رو که اینا در واقع در لوای مدارس آذربایجانی های مقیم استانبول تشکیل شده که تابع قوانین آذربایجان هست و به این شکل تونستن مجوز بگیرن، اما دیگرانی هم در اون درس میخونند. و توجه داشته باشیم که عمده شیعیان جعفری ترکیه، شیعیان استعشری، در اصل مهاجرین آذربایجانی هستند که به ترکیه آمدند. دوم، مدارسی است که سال 2017 مؤسسه قرآن و اطرت استانبول در مهد کودک، دبستان، متوسط، راهنمایی و دبیرستان تشکیل داد. و سوم، مدارس تحت نظر جمهوری اسلامی است که اینها مدارس شیعه است و به هر حال دروس دینی شیعه در اونها تعلیم داده میشه. اما همواره تلاش های وجود داشته واسه تشکیل مدارس و دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی دیگر شیعه که این تلاش ها ادامه داره. متاسفانه اینها از حمایت چندانی از خارج از ترکیه برخوردار نیست و اگر حوزه های علمیه و مراجع تقلید از این قضایه حمایت کنند، شیعیان ترکیه قطعا موفقیت های بیشتری در زمینه کسب خواهند کرد. ممنونم از شما آرش هنرور شجاعی از آنکارا با ما همراه بودند.